این کاروان در هنگام رفتن به سوی اروپا شاید هرگز چنین لحظه ای را تصور نمی کرد. در این 5 تابوت تازه از راه رسیده، کودک، زن و مردان خفتند که آرامش و خوشبختی را در گذشتن از آبهای سرکش دریای سیاه می دیدند. بی خبر از این که دریای سیاه سرنوشت اینان را نیز سیاه و تاریک می گرداند. سفارت ما و ما دریجه با مقامات ترکیه در تماس هستیم که قاچاق برای کی کار کردن از باسارنوال از اونا تماس گرفتیم که ایره به صورت جدی پیگیری بکنن و تحقیق بکنن تا که کسایی که خیانت کردن و یه دست به همچه اعمال زدن اینا به محکمه شوند و به جزای خود برسند. بستگان این قربانیان آرام و غمگین در بالای این تابوت های ایستادند. شاید خاطرات عزیزانشان را مرور می کنند. تیجه می جا دکان گرفت، روزگارش نچلید، مجبور به این شد که باید تیسی سفر کنه طرف خارج که بخاطر نفقه اولاد خود و سرپرستی خانه خود. در این تابوت فردی 33 ساله به نام فریدون خفته است. اکنون او را به خانه اش می برند، به دیدار زن و دو کودک خردسالش. سرانجام جسم بیجان فریدون به خانه اش می رسد. اعضای خانوادهش همه انتظار دیدار او را می کشند. انتظار آخرین دیدار را. وضعیت زندگی بیخی دست فرسه. بیخی دست فرسه. هم دو سه چهار برادر یک هستین. مثلا کرای خانه می دهند. نمک می کنین که خودم می چلانین. فریدون بازگشت تلخی به آغوش خانواده داشته است. کودکان او پس از دیدارش یکی اینگونه ناله و فغان می کند و از خانه بیرون می آید. دیگری هم با دیدن جسم بیروح پدر اینگونه بیهوش. فریدون برای آینده همین دو کودکش جان را در کف گرفت و دل به دریای سیاه زد. اما انگار حالا سهم خانوادهش از این دنیا فقر است و ناداری و زندگی در همین خانه کاهگلی، خانه‌ای که کرایه‌اش را به دشواری به دست می آورند.